به نام خداوند و با عرض سلام با برنامه زیربنا با من مرسل منصوری خوش آمدید. آقای حاجی داوود توتاخیل آگاه امور اقتصادی با ما هستند تا در مورد سفر مشاور امور بازرگانی و سرمایه‌گذاری پاکستان به افغانستان بحث و گفتگو داشته باشیم. آقای توتاخیل سلام، وقت شما بخیر. میشه شما نظرتان در مورد ارتباط تجارتی افغانستان و پاکستان بگید؟ تا کنون این ارتباط چگونه به پیش میره؟ سلام خدمت شما و تمام بینندگان تلویزیون آریانیز. به خاطر که این ملاقات های بین افغانستان و پاکستان بسیار وقت است که به یک بس رسیده و مشکلات زیاد وجود آمده، اما خوشبختانه بگویم که فعلا حرکت وقتی که وزیر تجارت افغانستان و دیگر اعضای اتاق تجارت افغانستان پاکستان سفر داشتند، دیگر نتایج بسیار خوشبینانه ما در نظر داشتیم. باز هم امروز آیتی از پاکستان درود پیش آمده به افغانستان تشریف آورده و همچنان صدراعظم پاکستان نیست در این روزهای نزدیک شاید روز یا صبح بیاین در باره مسائل اقتصادی بین تجارت افغانستان و پاکستان بحث های داشته باشند و بحث هایی که در پاکستان صورت گرفته بود در ازا تبدیل نظر صورت بگیره تا بتوانیم مسائل اقتصادی افغانستان و پاکستان یک مناسبت بسیار دوستانه و بسیار خوب با هم داشته باشند تا بتوانند مشکلات های اقتصادی از دو کشور برخورد بگردند. به خاطر که این گپ واضح است که افغانستان همراه پاکستان یک سرحد بسیار طولانی قرار داره و پاکستان متمرکز بر دریا و بحر است و افغانستان یکی از مرکز کشورهای آسیایی در خشکه واقع داره که برای هر دو کشورها در بخش اقتصاد تاثیرات خود را دارد. ما آمدن یا را به فعال نیک بگیریم، اما مهمترین مسئله که باید یادآوری شوه مسئله صلح افغانستان برای اقتصاد هر دو کشور تاثیر خود را داره که باید در این بخش نیز هم بین مقامات افغانستان و افغانستانی که صدراعظم از اومه باید تر از این بحث طولانی و اعتمادسازی صورت بگیره تا بتوانه از این طریق در صورتی که جنگی که در افغانستان فعلا است تاثیرات بد اقتصادی بالای هر دو کشور گذاشته است. فعلا اموال ما به طرف پاکستان که صادر میشه در پیند مردها بسیار با مشکلات زیاد مواجه ما که با پاکستان مشکلات زیاد است، هم مرحله دوم کرونا نیز هم شده پدیده که بخاطر از و در دو طرف از این مملکت تصامیم را در نظر بگیرند تا راه های حل را پیدا کنند تا بتوانند تاجرای ما از یک کشور به کشور دیگر واردات داشته باشند تا اقتصاد از دو کشور با پای خود ساده شود و در صلح افغانستان در صورت که امنیت در افغانستان به هر دو کشور میتواند در بخش اقتصاد بسیار کارهای انجام بده تا صلح از دو کشور با پای ساده شود. چرا میتواند پاکستان از طریق مد و حسارت خوب آوال خدا تا والد پاکستان و پاکستان و منابع خشک افغانستان تجزد احمد است انتخاب بده و صادرات و واضح رو به هر دو کشورها زیاد شود. بله، چه فکر میکنین آقای توتاخیل با اینکه این گونه نشست ها و سفرها زیاد صورت میگیره از سوی مقام های افغانستان، همچنان مقام های کشور به افغانستان سفر میکنن، اما باز هم مشکلات پابرجا میمانه، وعده هایشان روی کاغذ میمانه و عملی نمیشه، چرا اصلا به حرف دیپلمات های ما ارزش داده نمیشه؟ مشکل اصلا مشکل در بخش سیاست بین افغانستان و پاکستان است. ما کدام جنگی که در افغانستان فعلا وجود داره و کدام عامل جنگ که هست، عوامل اصلی از این بین سیاست افغانستان و پاکستان است که تابال این فضا با هم مساعد نشده تا یا بتوانند در بین خود فضا اعتماد رو به وجود بوارند که اینها باید یک دیگر قناعت بکنند، به خاطر که هر کشور که اقتصادش در پای ساده نشه همیشه و کشور دیگر ضرر میرسانه. اما فعلا هم جنگی که در افغانستان و داره با شما بهتر معلوم است، آنها در پاکستان موجود است. از اونجا همیشه دولت افغانستان ادعا کرده که از طریق پاکستان این افراد طالبان و دیگر جنگجوی از اون طرف مسلم میشن، میان در خاک افغانستان جنگ میکنن، یعنی فضای اعتماد تا بال بین افغانستان و پاکستان به میان آمده. در صورتی که فضای اعتماد با وجود بیاید و این گپ واضح و این باید این نشست ها که یا با هم بکنن باید یک دیگر قناعت بکنن که ما به خاطر علی یک کشور دیگر به خاطر منافع شخصی خود استفاده نکنیم، یعنی باید پاکستان اطلاع داده شود که افغانستان حاضر و آماده است که از خاک از او علی خاک پاکستان استفاده نشود، بلکه بار قناعت داده که ما شما باید بسیار دوستانه نزدیک داشته باشیم. در صورتی که
این فضا اعتماد به وجود بیاید که بهتر معلومات بیشتر جسی که اطرای اندر کراچی وارد میشه و کلیش به افغانستان میه و بخواه کشورهای همسایه ما نیز اتفال داده بداره و جنس فعلا که ما تولید داریم و با پاکستان میره با بازار هند و بازار بحر وصل میشه که خودش در صورت که روابط اقتصادی بین دو کشور معیا شود اما قدر ما میتوانیم بارای اقتصاد همین مملکت باور داشته باشیم که با پای سودان فعلا هم اقتصاد پاکستان بیشتر در حالت بد قرار دارد. یگانه عاملش همین جنگ داخلی بین افغانستان است که باید در این قسمت باید فضا طوری مساعد گردد تا بین اردوشان اطمینان باشد که ما در مقابل یکی دیگر در بخش اقتصادی باید استفاده نکنیم، باید به صورت دو کشور دوست و همسایه باید روابط نزدیک داشته باشد و این فضای اعتماد هم دیگری بر هم خورده تا فعلا فضای اعتماد وجود در دو کشور هم پاکستان و افغانستان کوشش کنند تا زمینه اعتماد فراهم شود تا بتوانیم صادرات واردات که ما داشته باشیم از دو کشور اجرا شود و فعلا هم کدام فضای اعتمادی که وجود است اکثریت وقت در اکثر مسائل سیاسی که بین دو کشورها رخ میده و مستقیما سر اقتصاد کشور ما تاثیر میکنه که تجارای ما همی فعلا هم که ما با شما در جریان هستیم با حدود سالها موتر ما فعلا در سرخم ایستاده است، در طرف پاکستان انتقال نمیشه، یعنی اصل یک فضای به وجود آمده است قناعت داده شود که ما باید به خودشناسی یکی دیگر مد نظر گرفته و به مفاد. بله آقای توتا خیل دوباره خوش آمدید، میشه صحبت هایتان ادامه بتین؟ آقای توتا خیل چه فکر میکنید که آیا افغانستان میتونه به خاطر رشد اقتصادیش و روابط اقتصادیش روابط تجارتی را با پاکستان کاهش بده و راه بدیلش را پیدا بکنه یا آیا تا کنون این فکر و این طرح بوده یا نه؟ تشکر. فعلا هر دو کشور به می متحد هستند که به غیر از اینکه که در افغانستان صلح نباید و در بین افغانستان فضای امنیت نباید این به ضرر هر دو کشور است و فعلا هم پاکستان به این نظر رسیده که اقتصاد از او روز به روز در حالت خراب شدن است و آنها هم متوجه شدند در صورت که ما امرای افغانستان مناسبات نیک نداشته باشیم و علیه توریسم که در افغانستان فعالیت میکنه باید دست به دست هم داده قابل از دوست داده شویم پاکستان برابر شود. افغانستان فعلا به همین نظر است که نزدیکترین همسایه ما وقتی ما از بحر در دیگر ممالک تجارتی رسیدگی کرده میتونیم بهترین کشور با ما کشور پاکستان است. فعلا این زمینه برابر شده اما همیشه این زمینه برابر شده بعد از یک وقت در بین خود شخص ها داشتن وعده ها کردن تعهدا کردن بعد از اون بلکه تو هر خانه شده که باز هم یک تاثیرات منفی را برای اقتصاد هر دو کشور بداشت. این بار ما چون آمدن صدراعظم پاکستان نیز در روزهای نزدیک شاید دوست رو گرد و خالنده گرفته اگر در این بخش رئیس صاحب جمهور افغانستان دکتر صاحب اشرف غنی و صدراعظم پاکستان عمران خان نشست داشته باشند و این فضای اعتماد را با وجود بیاورند تا به یک تفاهم برسند که در صلح افغانستان منافع اقتصادی امنیتی هر دو کشور نهفته است و برای یکی دیگر ضمانت داده شود که ما هیچ وقت از افغانستان علیه کشور پاکستان استفاده نشود و پاکستان این کوشش را کنند که همون گروه های توریستی که در پاکستان وجود است باید وارا دیگر تجهیز نکنند و افغانستان روان نکنند و تا که میتوانند همون نقاطی که موجود است که علیه افغانستان در اونجا توریسم جا بجا شده است وارا از بین ببرن و به همکاری یک دیگر فضای اعتماد را با وجود بیاورن باز امکان داره که در بخش اقتصادی در هر دو کشور تاثیر داشته باشد و صلح افغانستان تاثیرات مستقیم برای اقتصاد و روابط دو کشور دارد. فعلا هم کدام نمی که در افغانستان وجود داره جنگ هایی که در افغانستان وجود داره این فضای اعتماد از بین رفته است و فعلا ما امیدوار هستیم که با این آمده و این شخصهایی که و وزارت تجارت افغانستان و اتاقهای تجارت و تجارای ما با پاکستان داشتن و خیلی از پاکستان به افغانستان آمدن و صد از ازش باید تا بتوانند یک فضای اعتماد بین دو کشور را وجود بیارند به خاطر که در صورت که در افغانستان صلح باشه میتواند از برق افغانستان به پاکستان انتقال شود و اموال اجناسی که خامی که از پاکستان به افغانستان وارد میشه
در بین از یک تعهد داشته باشند که وقتی که دارای ما با پاکستان جنس خریداری میکنند وقت زمان معینه به افغانستان انتقال نمیشه. یعنی همیشه ما در بنادر افغانستان با مشکلات زیاد دچار هستیم. تو هم انتقالات میشه بلکه ما دیگر بندرهای در سخت پکتیکا در پکتیا در اینجا هم بندرهای نزدیک ما پاکستان داریم. اگر این بندرها هم چون در اونجا با تفاهم رسیده بود که ما این بندرها را هم آزاد میکنه و آبود کار تزیر فعال میکنه که مستقیما اموال پاکستان با افغانستان بره. پاکستان از سکرات شیوه است و میوه و چیزهای موادی فاسش کنده است. ما در وقت زمان خود به پاکستان یا به هند اکثراتش انتقال میشه نرسه از بین میره خراب میشه. در صورتی که تجارای هر دو کشور در بین بندر ضرر رو توان کنن و فضای اعتماد نباشن دیگه بعد از اون تجارای افغان هم خوشبینی نشانه میدن تا جنس مورد ضرورتی که به پاکستان و به ازرای پاکستان از بندر از به کراچی و چین و به دیگر ممالک انتقال میشه دیگر جنس بارگیری نمیکنن و فضای اعتماد رو برو خراب بشه و اکثریت وقت نظر به بی‌اعتمادی اقتصاد از دو کشور ضربه دیدن. اما خوشبختانه به آمدن دکتر صاحب اشرف‌غنی که سابق تمام اموال ما از پاکستان میامد با فعلا دیگر پاکستان اقبالات میکنه و فعلا ما دچار اون مشکلاتی که سابق پاکستان فکرش میکرد بندرهای خود را بسته میکرد که در افغانستان قطعی و قیمتی میامد فعلا از اون حالت ما برآمده فعلا با پاکستانی را درک کنه در صورتی که مناسبات بین هر دو کشور و در فضای دوستانه و باور نباشه یک ضربه کلان اقتصادی به پاکستان سوار میشه. بله، چه فکر میکنید آقای تو داخل که قطع کمک های خارجی چقدر میتونه که در این عرصه رول داشته باشه؟ آیا میتونه کاهش کمک های خارجی وابستگی ما را به کشورهای همسایه مانند پاکستان بیشتر بسازه یا نمیتونه نقش بسزایی داشته باشه؟ خب ما شما فعلا هم در حالت جنگ قرار داریم و اکثریت اموال ما از خارج وارد میشه و حکومت ما فعلا هم به کمک های خارجی وابسته است. چون ما تا حال فعلا یک کشور خودکفا نشدیم، با پای خود استاده نشدیم، این بسیار تاثیرات منفی بالای هر دو کشور میگذاره در صورت کمک های جهانی قطع شود و این کمک ها به افغانستان رسانده نشه این بسیار تاثیرات منفی را داره. همچنان فعلا هم دولت افغانستان در این کوشش است که افغانستان آساس را با پای خود استاده یک کشور سرپای استفاده خود داشته باشیم. اما فعلا ما هم مشکلات خود زیاد داریم به خاطر که در جنگ درگیر هستیم و ضرورت های اشد به کمک های خارجی داریم که باید ما فعلا هم کمک های خارجی شد. اما با اون سطح که سابق ما درگیر بودیم تمام حکومت ما با کمک های خارجی ما میشد فعلا کشور ما تقریبا در حدود 1300 بودیم با پای خود استفاده است. فعلا خود ما صادرات داریم، واردات داریم و می توانیم مصارف خود از طریق مالیات دولت و صادرات واردات کشورهای همسایه که اجناس می آید کشور سرپای خود استفاده تقریبا در حدود افتاد کنیم و فعلا هم تا یک چیزی وقتی که فعلا کدام برنامه‌ای که روان است فعلا هم ما با کمک خارجی ضرورت داریم و در روزهای در سالهای نزدیک اگر به همین رقم روان باشیم مثلا تولید ما اکثرت تولید کشور ما تولید داریم، تولید لوبیا داریم، تولید آهن داریم، فابریکای ما اکثرت فعالیت میکنه. اگر دولت برای تجاران خود زمینه فضای اعتماد رو وجود داره یعنی میتوانند بله، چه فکر میکنید که تا چه زمانه و در چه مدت حکومت قادر به این کار خواهد شد که بتونه که اقتصاد روی پای خودش ایستاده بکنه و متکی به خودش باشه؟ خب این به شما بهتر معلوم است افغانستان مدت 40 سال است که در جنگ است. 40 سال که یک کشوری که همیشه در جنگ باشه و هر روز در آن افراد بیگناه کشته شود، هر روز جنگ باشه، مردم در حالت فقر قرار دارن. فعلا هم به شما بهتر معلوم است وضع اقتصادی اکثریت افغانای ما خوب نیست، سطح فقر بسیار بلند رفته و این لازم است هیچ وقت ما باید به کمک‌های خارجی اتکا نداشته باشیم. چون فعلا هم رئیس جمهور کدام برنامه که در بخش اقتصادی برای افغانستان داره برنامه های بسیار وسیع و بسیار خوب است که به وقت و زمان ضرورت داره تا ما معادن خود را تولیدات خود را بالا ببریم.
چون ما در جنگ قرار داریم نمیتوانیم که معادن خود را از معادن خود استفاده کنیم تا یک کشور خود خواه شویم و از آب خود استفاده کنیم و تمام تولیدات از وطن خود ما باشه سر پای خود استفاده شویم و این به یک وقت زمان زیاد ضرورت داره و اصلی عوامل از این همین جنگ و بدبختی که فعلا در افغانستان وجود داره است. در صورتی که جنگ با امین که خدای صرف کنم که پاکستان میتونه در این گفای صرف رول عمده را دارد و بالای مخالفین دولت فشار آورده به خاطر از اینکه در افغانستان صلح بیاید. در صورتی که در افغانستان صلح بیاید ما در زمان بسیار کم میتونیم خودکفا شویم، اما فعلا به خاطر که جنگ وجود داره روزانه ما تلفات وقت زمان دقیق گفته نمیتونه که ما چه وقت بتونیم خودکفا شویم. در صورتی که صلح بیاید و جنگ ختم شود ما بسیار در وقت کم میتونه سرپای خود استفاده شویم و یک کشور خودکفا بشویم. بله آقای توتاخیل، در حال حاضر هم تولیدات افغانستان در خیلی زیادی از موارد میتونه که برای خود استفاده مردم افغانستان قرار بگیره و رشد هم داشته در این عرصه، اما چرا بیشتر این تولیدات با ارزش به کشور پاکستان میره اما از اون طرف اقلام یوجنس های بی ارزش و اینکه استفاده قابل ملاحظه بر افغانستان نیست یا چیزهای بی ارزش به افغانستان صادر وارد میکنن، چرا این گونه است؟ چرا ما نمیتونیم از چیزهای با ارزش ما خودمون استفاده بکنیم و همچنان مقدار کمش به کشورهای دیگه صادرات داشته باشیم؟ فرمودی شما سیز فعلا هم اگر شما متوجه باشین در تدارکات ملی تمام اجناس مورد ضرورت وزارت دفاع و وزارت داخله و اکثریت وزارت ها از تولیدات خود وطن ما استفاده میشه، اگر حبوبات است، اگر میوه است، اگر ترکاری است، اگر البسه است، یعنی اصلا نظر به طرحی که در صدارت ملی داخل شده که باید در خود ما استفاده شود، فعلا اکثریت اجناس در کشور خود ما دولت برای ازی توجه جدی کرده و همه قراردادها را به تولیدات وطن که افغانستان تولید میکره از امو استفاده میکره، اما عواملی که هست فعلا اکثریت زمینای ما مثلا جنگ است در قسمت او مدیریت نشده تا که تمام زمین هایی که در افغانستان وجود شود تا که زراعت ما رشد کنه تولیدات ما گسترده‌تر شود و بعضی اجناس ما مثل جلغوزه بعضی مواد ما است که هم حالت تندر است، یعنی اون کشور فعلا هم دولت در می کوشش و اقتصادیات تجارت در این بخش های سرکانه سرمایه گذاری کرده تا امی میوی که از ما در وقت و بسیمش که تولید میشه بایدی پولش ذخیره شوه و به کشورهای خارجی روانه شه این میجه ذخیره شوه در وقت ضرورت از او استفاده شوه. فعلا سرکانه ما کم است بنابر ضرورت و مشکلات که وجود داره ما اکثریت میوی ما فصلوار تولید میشه، بعض میوه به خاطر استفاده در کشور خود ما استفاده میشه و بعض میوهات ما به خارج ارسال میشه و به اونجا ارسال میشه تا که از اون طرف دیگر مواد مورد ضرورت خود را نیازمندی خود را به افغانستان بریم. اما بدبختانه بگویم که بعضی موادی که از طرف افغانستان آورده میشه او مواد چون افغانستان یک سرحد باز با پاکستان داره کنترل بسیار مشکل است، او اجناس به طور غیر قانونی و طور قاچاق از سرحدات داخل خاک افغانستان میشه و اینجا به مصرف میرسه. اگر در این بخش کشورهای همسایه ما توجه جدی داشته باشد تازه قاچاق مواد دست گرفته شود بتا نمیتوان آنها موادی که غیر قابل استفاده باشد افغانستان وارد و اکثریت موارد بندرهای ما بسیار یک ساحه کلان با مرز کلان با پاکستان داریم با ایران داریم اکثریت جنسهای بیکیفیت به طور قاچاق از کشورها داخل خاک افغانستان میشه و جنسهای بیکیفیت اینجا هم دولت فعلا آنقدر توانایی ندارد تا که جنسی که بیکیفیت است از روی قاچاق بیاید جلوگیری کند. باز هم در حد کوشش شده که در نادر در این قسمت توجه شود اما تا سرکیسته تا بار مشکل حل نشده و دولت ما هم خواهش میکنیم تا در قسمت سرحدی ما بنادر داریم در اونجا از افراد قطعات سرحدی ما در اونجا فعالیت داشته باشد تا نتوانند مواد به طور قاچاق داخل خاک افغانستان شود تا بازار افغانستان شود. بله تشکر از شما آقای توتاخیل که در این بحث با ما بودین، موفق باشین. تشکر از شما هم، بخیر باشین.
و این هم نرخ ارزها در بازارهای امروز کابل. بال هم بهای طلا. با پایان برنامه زیربنا رسیدیم. خداوند نگهدارتون.